در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند. من شهریار شجاعتی با آگاهی و اختیار کامل قدم در راه پاک نسل حنیف گذاشتم تا در راستای جامعه بی طبقه توحیدی و محو تمامی ریشه های استثمار در زمان کنونی، ریش و ریشه خمینی و خمینی صفتان را سوزانده و ایرانی آباد و آزاد با رهبری پاک بازانی مسعود و مریم بنا کنم. به خانواده هم بگویید که عشق به آنها و تمامی مردم در زنجیر من بود که مرا به این جنگ آزادی بخش کشاند و اگر خدا بخواهد تا آخرین لحظه حیات و زندگیم در زیر چتر این رهبری و سازمان سرفرازانه خواهم جنگید. پس از من میتوانید مرا در عزم سترگ هم رزمانم، در خون و رنج تمامی محرومان، در لبخندهای شادمانی کودکان در صبح آزادی ایران و در هر کجا که ماهی سیاه کوچکی جسارت میکند و برخلاف جریان آب شنا میکند ببینید. مرگ بر خمینی، درود بر رجوی، شهریار شجاعتی. حالا شهریار در مزار مروارید و در کنار یاران به خون خفته خودش آرمیده و یادش چشمه جوشان انگیزش های همرزمانشه. پیام خون این شهید ایستادگی بر سر پیمان و نبرد تا به آخر بود. شهریار گرد گردن فرازی از خیل عاشقان شرزه این دیار بود که با شب نزیست و با آفتاب‌های همیشه پیوست. آن عاشقان شرزه که با شب نزیستن، رفتن دو شهر خفته ندانست کیستن. فریادشان تموج شد حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستن. اینجا هرچه هست پاکبازی و سرفرازیه، هرچه هست ایستادگی بر سر اصول و وفای به عهده. شهیدان مروارید گوهران خفته در خاک اشرفن که میشه از هر کدومشون قصه ها ساز کرد و داستان ها گفت. بذارید در انتها یادی هم از علی محمد صفری، دلاوری از سرزمین قهرمان پرور ایلام بکنیم که سرگذشت اون هم سرگذشت باراوری و بهاراوریه. همان اوایل نوجوانی و جوانی آثار ظلم و فشار طبقاتی و رنج و درد و استثمار را با پوست بدن خیش احساس نمودم، ولی چون در محیطی کاملا راکت و منجمد ساکن بودیم، توانایی هر گونه مبارزه علیه نظام دیکتاتوری را به روش اصولی نمی‌دانستم. در این دوران من تشنه رهایی بودم. تشنگی یعنی خواستن و اونی که بخواد و قدم درا بذاره راه توانستن رو هم پیدا میکنه. روزی از روزهای گرم مرداد ماه سال 1367، علی محمد که 18 سال بیشتر نداشت به همراه یک دوربین عکاسی آریتی در حال عبور از گردنه حسن آباد بود که با صحنه عجیبی روبرو شد. صحنه‌ای که اون رو تا آخرین لحظه حیاتش فراموش نکرد. همونجا دوربینش رو بیرون آورد و اون صحنه رو برای همیشه ثبت کرد. حاصل اون ثبت تاریخی عکسی شد
که سند افتخار فرزندان مقاوم مردم ایران و سند روسیاهی و ننگ آخوندهای ضد بشره. لابد این عکس رو دیدید. اگر ندیدید ببینید و اگر دیدید دوباره ببینید. علی محمد بعدها از زبون اهالی اون منطقه داستان عبور ارتش بهار از سیمخاردار اختناق رو شنید و فهمید اون شیرزنی که با دشنه‌ای بر قلب به صخره آونگ شده بود فرماندهی بالا و مجاهدی دلیر بوده که در جریان عملیات فروغ جاویدان به دست جلادان رژیم خمینی شکنجه شده و بعد هم به شهادت رسیده بود. و اون صحنه و اون عکس زمینه آشنایی علی محمد با سازمان مجاهدین خلق ایران رو فراهم کرد. از طریق رادیو و سیمای مقاومت با مجاهدین آشنا شدم و نسبت به این مهم ایمان آوردم که تنها راه رهایی و تنها حامی و تنها پشتوانه مستضعفان و محرومان ایران سازمان مجاهدین خلق می باشد و به آن راه و روش ایمان پیدا کردم. در همین مدت رژیم ضد بشری خمینی مرا بارها و بارها به اتهام گوش دادن به صدای مجاهد احضار نمود و هر بار حبس می کرد و به باد شلاق می گرفت، ولی من معشوق خیش را یافته بودم و اگر به قیمت از دست دادن جانم هم تمام می شد از آن دست نمی کشیدم و هر روز هم آگاهی و شناختم به سازمان را بیشتر کرده و خود را در پیمودن این مسیر مصممتر می دیدم. علی محمد به دنبال این شیدایی سرانجام بار سفر بست و راهی دیار بیقراران شد. قطره به رود پیوست و رود تا دریا رفت. علی محمد با همون ایمان راسخ و همون عزم جزم لباس شرف به تن کرد و در جریان عملیات مروارید جانان جنگید و درخشید و جست و رفت. من به عنوان فردی که به خط مش و ایدئولوژی سازمان معتقدم به این راه گام نهادم و به عنوان فردی که هوادار سازمان باشد میخواهم به ارتش آزادی بخش ملی بپیوندم تا قطره شوم در درون رودخانه تکامل که در ارتش آزادی بخش جاری است و سرانجام به مصب اصلی خیش که همانا جامعه بی طبقه توحیدی می باشد برسم. به امید پیروزی سازمان مجاهدین خلق ایران به رهبری مسعود و مریم و پیروزی نهایی برای ارتش آزادی بخش ملی ایران. برادر کوچک علی محمد سفری. برنامه امروزمون رو به خوندن از دو گل سرخ بهاری اختصاص دادیم. گرچه گلزار مقاومت ایران پوشیده از هزاران هزار گل سرخه، اما حالا بیایید تا به بهاری نگاه کنیم که پیش روی ماست و همگی چشم به راهشیم. بهاری که مردم ایران برای اومدنش فرشی از 120 هزار گل سرخ پهن کردن و همین فدیه ها و همین خون هاست که تحقق اون بهار رو تضمین می‌کنه. اگر عاشق بهاریم، اگر به شکوفایی و تغییر دل بستیم، اگر از سرما و رکود زمستون خسته و دل زده ایم، پس باید با بهاراوران همراه بشیم و با تک تکشون میثاق ببندیم. بهار میاد، ما میاریم.